مسئولان وزارت صنعت و تجارت آمدند تا در چارچوب برنامه حسابدهی دولت به ملت گزارش یک سالهشان را ارائه کنند. سرپرست این وزارت میگوید که برنامه های این وزارت تمرکز بالای پیشنهاد طرح و ترویج استفاده از تولیدات داخلی بوده است. به گفته نورالدین عزیزی، همکنون 80% شرکت ها در کشور فعال است و حمایت قاطع صنعت صورت گرفته است. آقای عزیزی میافزاید که مالیات انتفاعی از 4% کاهش یافته است. مالیات موضوعی 7% معاف شده و میزان صادرات در حدود 2 میلیارد دلار است. تصامیم همه جانبه و درست جهت حمایت از صنعت در کمیته تعرفه، یعنی کمیته تعرفه ما مکمل صنعت محور است. حمایت از صنعت افغانستان میشه. سابق اگر از زیادتر واردات اهمیت داده میشد، امروز الحمدلله به صنعت افغانستان خیلی اهمیت داده شده و محوریت کمیته ما روی صنعت است. سرپرست وزارت صنعت از ایجاد کمیته بنادر به خاطر جلوگیری از قاچاق، فرار از سرمایه و قاچاق دلار خبر می‌دهد و می‌گوید که قرار است این کمیته در سال جاری ایجاد شود. به گفته او، برق صنعتکاران در هلمند و کندهار 24 ساعته شده است که پیش از این صنعتکاران در کندهار بدون برق بودند. با در نظر داشت پالیسی اقتصادی امارات اسلامی افغانستان، این وزارت در سکتور تجارت نیز برنامه‌های متعدد و مناسب را به منظور افزایش صادرات، افزایش ترانزیت، تنظیم بازار، بهبود بیلانس تجارتی، برگزاری نمایشگاه ها که همه ایتان شاهد هستند الحمدلله، هم خارجی و هم داخلی، و برای انداختن دیپلماسی فعال تجارتی به سطح منطقه را تطبیق نموده است. آقای عزیزی میگوید 50 شرکت بزرگ در کشور تازه ایجاد شده است و این وزارت برنامه دارد تا در سال روان در 5 ولایت کشور زونهای صادراتی ایجاد کند. این وزارت در سال روان 6263 جواز توزیع کرده است که از میان 1000 جواز آن به زنان داده شده است.